یک اچار خوشمزه از سرکه آماده می کنیم و زمستان است. زیادتر دوستان ما گفتن که برای ما اچار آماده کنیم. امیدوار هستم برنامه را ببینین. بینیم یه اندازه ریزش میکنیم، بسیار ریزام نشه، به اندازه باشه. همیشه وقت چقدر امیال یک رنگ مقبوله گرفته، فکر کنین که این امیال دیگه ترشی آماده شده. ساسش آماده میکنیم. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. خوش آمدید به برنامه خودتان. امروز دیگه ببینید نام خدا بسیار بیروبار است، ترکاری زیادتر آمده و امیدوار هستیم تا پایین برنامه با ما باشید. امروز برتان یک اچار خوشمزه از سرکه آماده میکنیم و زمستان است. زیادتر دوستان ما گفتن که برای ما اچار آماده کنیم. امیدوار هستیم برنامه را ببینید و از این ترکاری هایی که ما استفاده میکنیم شما هم کوشش کنین از این ترکاری ها حتما استفاده کنین. یک زیاد ترکاری زیادتر گرفتیم اما از همگیش کم کم گرفتیم. بین که مواد لازمه را ببینیم، بعد از مواد لازمه با ما باشید. مرچ دلمه 2 عدد، زردک 3 عدد، گلپی به مقدار لازم، مرچ تازه به مقدار لازم، سیر 2 قوزه، بادرنگ 3 عدد، بانجان سیاه 4 عدد، گشنیز کرم به مقدار لازم، مرچ سیاه ثابت به مقدار لازم و مرچ خشکام به مقدار لازم استفاده میکنیم. تخم گشنیز تقریبا 1-2 قاشق زردچوبه گرفتیم، سرکه 1 گیلاس و نمک سیادانان به مقدار لازم. مواد لازمه را دیدیم، یک ذره زیادتر بود دوستا و یک اچار خوشمزه آماده میکنیم. ما یک ذره زیادتر گرفتیم موادش و شما هم کوشش کنید. ترکاری بسیار ارزان است. آبم جوش آمد در ابتدا، یک تعداد ترکاری جوش میتیم، البته ترکاری ها را بعد از اینکه خوب جوش خورد آماده شد و دیگه کارهای شما با شما ببینید که تنها ترکاری جوش خوردن نیست، باید دیگه موادش هم جوش و آماده شود. در ابتدا ترکاری نزدیک خود میاریم و زردک پوستش هم میگیریم و زردک ها یک کمک زیادتر میگرفتیم، چرا که هر ترکاری که شما دوست دارین یک کمک زیادتر میتونید در اچار استفاده کنین و زردک بسیار خوب است که یک کمی بیشتر استفاده کنین. و بسیاری دوستان ما میتونن در دیگ بخارم برای یک 5 دقیقه بخار بتن، اما در دیگ برای 15 دقیقه باز میمانیم تا خوب ترکاری ها 50% نرم شد و آماده شد. میتونم نه که بسیار بشاره و دکه بتیش پاش پاش شد. 50% که نرم شد یک کمک همراه دست سخت باشه باید دیده شوه، بعد از او باز مشکل نداره. و مرچ دلمه در اخیر اضافه میکنیم همراه البته یک چکنیگه کور جور میکنیم، باز اضافه میکنیم. در ابتدا ما بانجان سیاه، گلپی و بادرنگ، زردک اضافه میکنیم. زردک از قسمت 1 برش میکنیم و خوب ریزش میکنیم به این اندازه. در ابتدا به خاطر زردک گرفتیم که با آستا آستا یک کمک سخت جوش از نسبت به دیگر ترکاری ها خواستیم که اول اضافه کنیم تا یک کمک در آب جوش زودتر آماده شود. بریم این رقم ریزش میکنیم و باقی مانده هایش هم ریزه میکنیم. قسمت هایش که یک کمک دبلتر از ساقایش، البته خود زردک، این رو باز از بین نصف کنیم، ریزش کنیم و اینال دیگه سرپوش را برمیورداریم و اضافهش میکنیم در آب جوش. چند لحظه پیش زردک پرتین تا یک کمک زودتر نرم شود، آماده شود و به ادامهش دیگه ترکاری ها را هم آماده میکنیم و به این ترتیب اضافهش میکنیم. و حالا چه خوب است که گلپی به نوبت باشه، مثلا گل زردک انداختیم، گلپی، بعد از او بانجان سیاه و بادرنگ باز اضافه میکنیم. قسمت های ساقیش رو میگیریم و به می اندازه که ریزه شد بسیار خوب است. بینیم این اندازه ریزش میکنیم، بسیار ریزام نشه، به اندازه باشه. همیشه وقت در کاری که ریزه میکنین، مثلا بانجان سیاز میخواییم رو به شکل درازرخ ریزش کنیم، یک دیزینک پر معلوم شد و مقبول معلوم میشه، بسیار منظم دیده میشه. و گلپی هم زیادتر مردم ما پخته میکنه، آماده میکنه، اما خوب است که یک بار یک اچار مزه‌دارش هم آماده کنین برای فامیل عزیزتان تا و مستفید شوند و نوش جان کنن. و حال چه خوب است که گلپی را اضافه کنیم
آب ماستاستا جوش میخوره، آماده میشه. همیشه وقت اچار سرکه که است به نمی شکل جور میشه و بسیار در وقت کمتر میتونین این را آماده کنین. بسیاری دوستای ما میتونن از اوری هم باز یکمک اضافه کنن، اما وقت نداره که بانین خوبی وقتش پوره شود در روز و پنج روز و شش روز که دوستان ما ایده نگهداری میکنن. بعد از او باز نوشجان میکنن، اما این را بعد از که امیال ما ایده جور میکنم فردا به خیر نوشجان کرده میتونین. بادرنگ هم پوستای شبیه بگیریم بسیار خوب است. و یک چیز دیگر نگفته نمانه که دوستان ما اگر کرفس پیدا کردن ساقای کرفس استفاده کنن در اچار، مشکل نداره و در پالش دیگه ترکاری ها را هم میتونین که استفاده کنین، ترکاری که یکمک با اچار رب داشته باشه و مزه اچار خراب نکنه. برگ کرم هم اضافه میکنیم در اخیر، اما او را در یکمک ریزه ریزه باید شوه، اما دمش نمیتیم در خود دیگ، چرا برگش نازک است. دم بسیار سادم نرم میشه، آماده میشه در آب. بادرنگ خوب پوستش را میگیریم و خواستیم کل کارا را در جریان برنامه انجام بدیم. موادش زیاد است اما کارش قدر زیاد نیست. ما خواستیم که شما هم متوجه شوین و ببینین چگونه ای آماده میشه تا به این ترتیب شما هم این را آماده کنین و نوشجان کنین. و آله بادرنگ کلانتر ریزه میکنیم به این اندازه، یک ذره دبلتر ریزه شوه و این در ظرف اضافه میکنیم. امرای بانجان سیاه یک جایی را اضافه میکنیم دوستا. و چه خوب است که ظرف دهی جبانیم بانجان سیاه. ما خوب است ریزه ریزش پیدا کردم و از این بانجان سیاه ریزه اگر از که ریزه تر پیدا کردین شما این استفاده کنین بسیار خوب است، اما من نتونستم دیگه از که ریزه تر پیدا کنیم. این از قسمت هایش برش میکنیم به این ترتیب و دوباره این قسمت های ساقیش هم اگه برشه و خوب از وسط خور نشد مشکل نداره. و ایران اضافه میکنیم در ظرف. بانجان سیاه همیشه کوشش کنه یک ذره کلانتر باشه، وقتی که در آب یک ذره جوش میتیم باز بسیار ریزه میشه، به این خاطر من خواستم که یک کمک خورتر شوه. یک بانجان سیاه را برای چهار یه ست تقسیم میکنیم و این قسمت ساقیش هم دور نکنین به خاطر از اینکه امو رنگ و استایلش برابر میکنه. و خوب است بانجان سیاه خرد ما پیدا کردم، اگر از اینکه خودتر هم پیدا کردین رنگ سبزش هم باشه خام هم باشه مشکل نداره، در چهار بهتر و خوبتر آماده میشه. یک دیگیش هم میگیریم و یک عدد شکمکش خراب بود این دوتیش رو میگیریم و این جمعان در سیر یا میارم باز آستاستا آماده میکنیم. اما آله نوبت هزی است که ترکاری های باقی مانده رو اضافه کنیم. اگر یک دیگ کلان نباشه در دیگوی خوردم جای نمیشه، کم کم ترکاری بسیار زیاد چیز میشه. مثلا فکر کنین این امیال این امی دیگ مکمل شاید 7 کیلو 6 کیلو باشه و اگر از بازار بخرین بسیار زیاد پیسی تانو مصرف میشه و بدل تانو نمی باشه. خودتان جور کنین و خوشمزه تر. وقتی کوتاه دوباره برمید. به ادامه برنامه خوش آمدید دوستای عزیز و یک بار دیگه ای را مخلوط میکنیم ببینیم که آستاستا دیگه جوش میخوره. چند دقیقه دیگه ای را میباریم که جوش بخوره، زیاد نه. وقتی که در ابتدا زردک اضافه کردیم، ادامهش گلپی را و بادرنگ و بانجان سیاه را که اضافه کردیم، یک 8 دقیقه دیگه ای در حرارت ببینه، بعد از اون حرارتش خاموش میکنیم. نیاز دیگه نداره و اگر سختم باشه یک ذره مشکل نداره که زیادتر نرم شام نکنین. مرچ دلمه را میگیریم و مرچ دلمه رنگه بسیار خوب است، رنگ اچار خوشمزه تر می سازه و یک رنگ خوب می تشه. ریزیش می کنیم دوستا، البته ایره در میکسر خوب میکسش می کنیم امروی گشنیج، سیر، مرچ تازه یک مقدار اضافه میشه، یمگیش اضافه می کنیم. میکسر می گیریم، چک میکسر می گیریم و آستاستا دیگه موادش که در جک میکسر آماده میشه در اینجا آمادش میکنیم. و کسایی که میکسر نداشتن
میتونن یک مقدار از ماشین گوشت گشنیج مرچ دلمه یا رو بکشن، مشکل نداره. مرچ تازه یک دو عدد دیگر رو میگیریم، خوب ریزش میکنیم و مرچ دلمه رو اضافه میکنیم در جگ. این دیگر آستا آستا دو موادش اضافه شد و در قبلا شما دیدین که در دیگ البته چهار مواد اضافه شده، مرچ دلمه است، گلپی است، زردک است و یک چیز دیگر چی بود؟ باز یاد ما مره بادرنگ. بادرنگ اضافه کردیم، آستا آستا جوش میخوره، آماده میشه. وقتی که آماده شد در یک دیگ اضافهش میکنیم که یکم که سرد شه و همینطور بانه میشه. بعد از او باز امرای آب شو آماده میشه، حالا که گشنیج است، سیر سیاس باز نه اضافهش میکنیم. اما با ادامه برنامه ما باشین ببینین که چه قسمی آماده میشه. دوستا سرکام است و سیر را میگیریم، خوب فشارش میدیم، زودتر سیر باز پوست میشه. پوست های سیره میگیریم و سیره جدا میکنیم. آستا آستا به میرخم میتونین اگر در خانه کسی دیگام نباشه خودتانم راحت تر یک اچار مزه داره آماده کرده میتونین. بسیاری دوستا همیشه وقت گفتن که در زمستان خوب است که یک اچار جور کنی برای ما و ما هم کوشش کنیم که در خانه فامیل خودت بگیم جور کنن و در زمستان زیادتر اچار ترشی روش جار میشه و زیادتر دوستای ما همراه شوروا و قابلی پلو اچار زیادتر روش جار میکنن و در پالش یک چک نیم از آدر اگه داشته باشین خوب است. این دیگه آستا آستا سیره رو پوست میکنیم و یکم وقت که سیره قبلا پوست میکنیم به خاطر از همیشه وقت دوستای ما میگن که ما چقدر سیره پوست کنیم پرتیم و امروز که سیر زیاد استفاده میشه ما خودم در جریان برنامه پوست میکنم تا شما ببینید که با کدام اندازه سیر نیاز است. و یک قوزی از ایره اضافه میکنیم در جگ، یک قوزی دیگه شب باز امروی اچار در اخیر اضافه میشه. دوستا این اخیری را اضافه کردیم و برگ کرم و پسان ریزه میکنیم، ظرفا را یک ذره کمتر میکنیم تا فرصت شب سر میز. و چه خوب است که این مرچ دلمه را در اینجا بانیم، ظرف که نیاز نیست جمعش کنیم. سرمیز زیاد بیروبار بود امروز، ظرف ها زیاد بود و نمک هم میگیریم. این مساله را نزدیکتر میاریم. نمک که گرفتیم امروی قاشق یک کم ذره نمک اضافه میشه. خوب است نمک یک بار امیال اضافه کنیم، در اخیر اضافه نمی کنیم. به اندازه یک قاشق عوار به این اندازه نمک اضافه میکنیم. اگر نیاز بود دوباره میتونه که یک مقدار دیگام باز اضافه کنیم. نمکش ببینیم، آب اضافه میکنیم، آب یک ذره زیادتر نیاز است و سرکه را همگیش اضافه میکنیم. یک کمش هم میمونه در اخیر اضافه میکنیم، فرق نمیکنه. و ببینیم که چقدر آماده شده. یک بار خبر از ایران بگیریم، امروز دیگه کپگیر فشارش میدیم، یک کم ذره دیگه هم نرم شوه، بعد از این باز نیاز نداره ارات خاموش میکنیم انشاءالله. و چقدر امیال یک رنگ مقبوله گرفته، فکر کنین که این امیال دیگه ترشی آماده شده. و آله سرپوش چکم میگیریم و آستا آستا ساسش آماده میکنیم. مرچ دلمه رنگه خوب سرخ شد، اگر پیدا کردیم خوب است که اضافه کردیم، یکم کم رنگ بود اما من نتابستم که پیدا کنم. مطابق میلتان کوشش کنید یک مرچ دلمه سرخ همیت خوب باره باشه و خوب رنگ بتشه. یام آماده شد و آستا آستا دیگه چه خوب است که کرم آماده کنیم. قسمت کرم رو برش میکنیم و باریک باریک ریزش میکنیم به این اندازه. در چهار همیشه وقت دوستای ما گاهی وقت که از کرم استفاده میکنن بسیار توتای کلان کلان اضافه میکنن، اما خوب است که کرم ریزه ریزه کنیم.
طعمش بسیار پختر و خوشمزه تر آماده میشه. کرم هم به اینمی اندازه کفایت میکنه، به اینی اندازه ریزیش میکنیم و آله مرچ تازه را میگیریم. یک تقریبا 4-5 دانه را از وسط نصف میکنیم، این رقم نصفش کردیم، دوباره اضافهش میکنیم امرای موادی که در دیگ یکمک دم میگیره. مرچان باید برای یک دو دقیقه دم بدیم، زیاد نه، یک دو دقیقه که سپری شد کفایت میکنه. مرچ تازه را اضافه میکنیم، و آل دیگه استاستا کار خود انجام میدیم. مرچ دلمه دیگه را میگیریم، ریزه میکنیم. یک تعداد شش ما دیدین که ساس چجور کردیم و به می ترتیب که من این را آماده میکنم. بسیار دوستا شاید به این شیوه آماده نکرده باشن، بسیار منظم و ساده جور میشه. به این اندازه ریزیش میکنیم و یک مقدار کارهای دیگهش مانده او را بخیر آستاستا برتان آماده میکنیم. قدر مشکل نیست، تشویش نکنین. و قسمی که شما میبینین از مرچ سرخ استفاده میکنیم، مرچ ثابت است، تخم گشنیز ثابت استفاده میشه، سیادانه استفاده میکنیم. این کلش که یک رنگ اچار بسیار منظم و خوبتر میسازه و به می خاطر مرچش کمتر گرفتیم. و آل دیگه یک غوزه سیر دیگه رو میگیریم، پست میکنیم. بعد از این باز سیر خوب است در وقفه آماده میکنیم، چرا که دیگه یک دفعه خبر میگیریم و حرارتش هم خاموش میکنیم. کاملا دیگه آماده شده و چلا صاف رو باز میگیریم، این را کاملا صاف میکنیم. خوب آب سرد شد، آستاستا دیگه اچار ما آماده میشن و ببینیم کاملا دیگه آماده شده. مرچه که اضافه کردین زیادتر دمش ندید و آله کاملا دیگه آماده شده و بسیارم تو منظم آماده شده. و ببینین یک زرده که من توته میکنم، به این اندازه که نرم بود کفایت میکنه. بیشتر از این هیچ وقت ترشی رو نرم نکنید و دیدین که پرش کرد و فرار میکنه، از دست ما جای رفته نمیتونه. ما حتما این ترشی رو جور میکنیم و آمادش میکنیم. و یک بار قسمت که ساس شجور کردیم به شکل چکنی اینو میبینیم، بسیار خوشبوی خوب داره و نمک هم یک قاشق یک کمک زیادتر استفاده کردیم به خاطر از اینکه آستاستا دیگه غذای ما آماده شد. و تا که یک ذره سر میز جمع میکنم و آماده میشیم، وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. به ادامه برنامه خوش آمدید دوستان عزیز. و کاملا دیگه اچار آماده شده و در اخیر یک بار این مرچ دلمه را اضافه میکنیم و حرارت خاموش است، نیاز به حرارت نیست، قبلا خاموش کردیم. مرچ دلمه کرمه اضافه که کردین یک مخلوطش میکنیم و میریم طرف چلو صاف و ایره صاف میکنیم. بخیر یک کاسه خرد ما فعلا جورش میکنم، دوباره اضافهش در دیگ باز اضافه میکنیم. دستمال میگیریم و آستاستا بخیر آبش خوب بریزه. این آبش که هست اگه آب دوباره اضافه نمیکنیم، آب سرد دوباره باید اضافه شوه. خیلی راست دوست دیگه خوب آبش بریزه. دیگه میاریم دیگه قسمت کاملا آبش که ریخت اضافهش میکنیم در دیگ دوباره و آله آستاستا باز بخیر اضافهش میکنیم در کاسه. اما پیش از این باید که ما کدام مرچ و مساله را که گرفتیم یا را اضافه میکنیم. یک ذره آب گرفتیم، مرچ سیاه ثابت اضافه میشه و تخم گشنیز ثابت و مرچ سرخ یک کمک کلانتر است، به می اندازه باید باشه، سیاه دانه یک قاشق و خوبی را مخلوط میکنیم. و یک چیز دیگه هم از یادمان نره، سرکه که یک مقدارش همراهی چکنی یا ساس که آماده کردیم امروز اضافه کردیم. خوبی را میکس میکنیم
به میرخم میکس شوه، آماده شوه و آل دوباره هیکلش در دیگ باید اضافه کنیم. بعد از او باز آبشان به اندازه اضافه میکنیم. در یه ظرف یک مقدارش باز ما تزیین میکنم، اضافه میشه و چه خوب است که ساسشان اضافه کنیم و آبی که نیاز است اضافه میکنیم. یک کاسه آب اضافه میشه و یک کم زرم در قسمت مانده همراه آب کاملا اضافه میشه. دوستا ظرف های اضافه هم جمع میکنیم. سر میز دیگه حال خلوت شوه. یک مقدار مرچ مسال زیادتر نیاز بود و این یک مقدار آب کش میکنیم که دوباره در تزینش میکنیم. شما دیدن که بسیار راحت آماده میشه و امیدوار استم بیننده برنامه باشین. هفته یک روز اگر وقت داشتین میتونین این غذایی که هچار ما آماده کردیم این را آماده کنین. ببینین یک دیگ کاملا پر شده، بسیار قدر ایسی زیاد هم نیاز نیست، در کاری خوب بسیار ارزان است. اقلا هم یه هچار خودتان اگر جور کنین بسیار خوب است. در اطراف زیادتر مردم واس کدو هچار جور میکنن که او خالص کدو میباشه و در پولیش اگر شما از یک کدو خریدین میتونن کدو رو هم یک کمک اضافه کنین. از کدوهای کلان زرد که از سرخ که از یا کدوها رو من میگم و خوب مخلوطش میکنیم. به 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 چقدر یک رنگ مقبوله گرفت. امیدوار استم بینمی رقم شما آماده کنین و ایره اگر شما در خانه همه قسم که آماده کردین آب گرمش دور میکنین، آب سرد اضافه میکنین، برای 12 ساعت اقلا این را میمانین که خوب که آماده شد. بعد از او باز نوشجان کنین. بعد 12 ساعت این را میتونین نوشجان کنین. حتی کسایی که اوری هم اضافه میکنین یک دو سه قاشق نیازی نداره که برسته چرا در این سرکه ما اضافه کردیم و چهار سرکه که است وقتی زیاد نیاز نداره. برای 12 ساعت 8 ساعت کاملا آماده میشه. حال اضافهش میکنیم یک مقدارش برای تزینش. یک ظرف شیره میگیریم که شما هم ببینین چقدر رنگ منظم و خوبتر آماده شده. از همگیش کم کم اضافه میکنیم و مرچ تازه رو شما دیدین که در اخیر من کمکش انداختم. دیگه آستا آستا همگیش اضافه میکنیم. چندان هم از قسمت ها بگیریم. امیدوار هستم شما هم کوشش کنین این غذای خوشمزه را البته اچار حتما آماده کنین و نوشجان کنین. کسایی که آماده نکردن کدام وقت بیشی و یک بار آماده کنین ببینین که چقدر یک طعم خوب داره و خوشمزه است. همیشه وقت من چندین بار مردم تکرار کردم من غذایی که آماده میکنم یا کدام مواد غذایی که مثل که در پولی غذا ما شما همیشه و خچار یا استفاده میکنیم یک بار اگر آماده کردین یقین دارم که شاید در تابستان هم شما این آماده کنین و نوشجان کنین. و همچنان کسایی که اگرون برنامه ما را ندیدن و میتونن از طریق اپ دریا برنامه ما را همیشه وقت تعقیب کنین و بیننده باشین و همچنان از چنل یوتیوب تلو اختوپس شما بیننده باشین و در پولیش اینستاگرام و از فیسبوک همچنان میتونین تماشا کنین برنامه ما را. و تکرار برنامه همچنان چاشت روز 12:30 تا 1 میمانه برتان. برنامه را تعقیب کنین و منظم امو چیزایی که فراموشتان شده تکرار برنامه را میبینه حتما امو غذا را آماده کرده میتونین. برنامه بعدی امشال برتان یک شیرینی خوشمزه آماده میکنم چرا که شیرینی هم بسیار زیاد علاقه من داره. زیادتر مردم ما میگه برای ما آماده کن و غذای تون زیادتر آماده کردیم. خوب است که گاهی وقت اچار، ترشی، چکنی، طرز تهیه از این را دوستایم که یاد ندارن و هم یاد بگیرن و آماده کنن. و همچنان بسیاری دوستای ما همیشه وقت میگن که ما نمیتونیم اینمی اچار درست آماده کنیم. بخاطر چی نمیتونن؟ که طرز تهیشه و مواد لازمش را نوت نمیگیرن. باز دیگر روز که تصمیم گرفتن میگه والا اینم طرز تهیش کمک از یاد ما رفته و کدام مواد اضافه کرده بود. ما که همیشه وقت در ابتدا مواد لازمه یادآور میشیم به می خاطر که شما قلم و کاغذ در دست داشته باشین و راحت یک تا نوت بگیرین به اون مقداری که ما براتون میگیم
اونو مقدار استفاده کنین. اگر گلپی را مثلا یک دانه خریده بودم بسیار کلان بود، اگر اونو کلش هم انداختم طعم گلپی زیادتر میشد، اما ما کمکش گرفتم در پولیش هم تو بادرنگ و بانجان سیاه از کلش کم کم اضافه کردیم و آماده شده. و این 24 ساعت بعد هم میتونیم نشان کنیم، اما اقلا 12 ساعت باید ما بانیم که خوب سرد شد و آماده شد و مسرکه داخل خود همین ترکاری هایی که هست جذب کنن و دوباره همون طعمش دیده شد. و یک کمک از مرچ سیاه ثابت استفاده کردیم و خشکم استفاده کردیم، مرچ تازه هم استفاده کردیم و 4-5 تا مرچ شما دیدین که در چکنی شد خوب میکس کردیم آمادهش کردیم. اما کوشش کنین که سرکیشان به اندازه باشه، از یک گلاس هیچ وقت زیاد نپردین. بسیاری سرکه است اگه کمک طعمش کمتر میباشه از او باز میتونید زیادتر بردین. بشکای کلان که است طعم از او یعنی امو کیفیت از او پایین است، از او باید زیادتر پردین. اما این سرکای خرد که است یک بوتلش یا یک و نیم گلاس میشه امور هم اگر پردین ما فرق نمیکنه. این بود برنامه امروز ما، تا برنامه دیگه خداوند نگهدار.